فعالیت‌های کانون‌های شورشی. شوش 25مین روز اعتصاب و اعتراض کارگران نیشکر هفت تپه و تجمع در مقابل فرمانداری رژیم، همبستگی مردم با کارگران اعتصابی. دستگیری علی نجاتی، رئیس سابق سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه توسط رژیم آخوندی. فراخوان مقاومت ایران به مداخله فوری کمیسر عالی حقوق بشر ملل متحد و سندیکاهای کارگری برای آزادی کارگران زندانی. برایان هوک: ما گزینه نظامی را هم روی میز داریم، اما ترجیح ما استفاده از همه ابزارها از جمله ابزار دیپلماتیک است. اگر تأسیسات دیپلماتیک یا دیپلمات‌های ما هدف قرار بگیرند، اقدامات بسیار شدید انجام خواهد شد و ما در استفاده از نیروی نظامی برای دفاع از منافعمان تردید نمی‌کنیم. تحریم و لیست‌گذاری دو تن از عوامل رژیم به خاطر تبادل غیرقانونی ارز توسط آمریکا. بیانیه وزارت خزانه داری: این چهارمین دور تحریم‌های آمریکا در ماه جاری میلادی برای هدف قرار دادن رژیم ایران است. وزارت خارجه آمریکا: خزانه داری و دادگستری ایالات متحده علیه فعالیت مخرب سایبری دست به اقدام زدند که نمونه دیگری از تهدیداتی است که جهان از سوی رژیم ایران با آن مواجه است. خبرگزاری یونایتد پرس بین المللی: دیدار از آلبانی کارزار دروغ پراکنی رژیم ایران را برملا می سازد. به قلم استرون استیونسون، 27 نوامبر 2018. منتخب مصاحبه سیمای آزادی با استرون استیونسون پس از سفر به آلبانی و بازدید از اشرف سه، آذرماه 1397. شلیک مستقیم پاسداران جنایتکار خامنه‌ای به کولبران زحمتکش کرد در منطقه مرزی بانه. جان باختن یک کولبر و مجروح شدن دو کولبر دیگر. خبرگزاری فرانسه: کاهش قیمت نفت به پایین‌ترین سطح خود در 14 ماه گذشته. روز پنجشنبه یکی از شاخص‌های بزرگ نفتی دنیا WTI در نیویورک به زیر 50 دلار در هر بشکه رسید. رویترز: سازوکار مالی اروپایی برای تبادلات پول با رژیم ایران ممکن است شامل فروش نفت ایران نشود و این موضوع بیم و ابهام در سرنوشت برجام را بیشتر می‌کند.
تهدید گسترش غنی‌سازی توسط رئیس سازمان انرژی اتمی رژیم در واکنش به چشمانداز تیره سازوکار اروپایی برای تبادلات مالی. علی اکبر صالحی. خامنه‌ای در خرداد فرمانی صادر کرد که زیرساخت‌های تولید 190 هزار سو را فراهم کنیم و ما فراهم کردیم. عباس عراقچی، معاون وزارت خارجه رژیم. آینده برجام منوط به تحقق تعهدات اروپا است و عدم تحقق این تعهدات نگرانی ها را نسبت به آینده برجام افزایش داده است. اظهارات نوبخت، معاون روحانی و رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره وضعیت سخت حکومت آخوندی در تنگنای تحریم ها و اینکه از بیان شفاف و ریز مسائل معذور است. رویترز. یک کمیسیون وابسته به سازمان ملل اعلام کرد حکومت بشار اسد باید به خاطر قتل هزاران زندانی مورد حسابرسی قرار بگیرد. کارگران نیشکر هفت‌تپه روز پنجشنبه در 25مین روز اعتصاب و اعتراض خود در مقابل فرمانداری رژیم در شوش تجمع کردند و بار دیگر ترفندهای رژیم آخوندی برای پایان دادن به اعتصاب و اعتراض را به شکست کشاندند. رژیم درمانده آخوندی روز پنجشنبه فرماندار، سرکرده سپاه و نماینده مجلس ارتجاع از شوش را مذبوحانه به میان کارگران فرستاد تا با دادن وعده‌های پوچ و توخالی کارگران را وادار به تسلیم کنند. اما کارگران در برابر آنان شجاعانه ایستادگی کرده و از خواسته‌های خود کوتاه نیامدند. کارگران با سر دادن شعار سخنرانی عضو مجلس ارتجاع را بر هم زدند. ما
من بنده اگر بیام در اینجا فقط شعار کسان دیگه که فقط شعار بدن ورن و عمل نکنن نیستم. من شبان روز اگر امروز مطالبات حقوقی رو که برای تو حقوق داده بودن والله شبان روزی رو جلسه با وزیر اقتصاد با حضور استمدار بعد از جلسه ای که با شورای تأمین شهرستان شورای تأمین استان گرفتیم و به عنوان نماینده پیگیر شما وظیفه خودم میدونم شما بالاخره یا فرزندان من یا برادران من اگر ما جلسه ای که با آقای وزیر اقتصاد و با حضور استاندار مطالبات کارگر قانون کار تعیین کرده و مشخص کرده کارگر اولا احترام و تکریم به کارگر کارگران غیور هفت‌تپه صفوف خود را از جمع مزدوران بسیجی جدا کرده و به شعار دادن علیه آنها پرداختند. کارگران با بالا بردن عکس نمایندهشان که اکنون زندانی است بر آزادی همکاران دستگیر شده خود تاکید کردند. به امروز ما بقیه مطالبات شما را بخشی هم به عنوان یک کارگری که مطالبه خودش بوده ما هم پیگیر قضیه هستیم. ولی در شرایط خاص بدونجه این که امروز ما در این لحظه و برحه زمانی داریم در داریم اتداری نستش که ماموران امنیتی و سرکوبگر رژیم صبح پنجشنبه قبل از روشنایی هوا علی نجاتی رئیس سابق سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه را دستگیر و به نقطه نامعلومی منتقل کردند. حال علی نجاتی که از بیماری قلبی رنج می‌برد نامساعد است. مقاومت ایران خواهان مداخله فوری کمیسر عالی حقوق بشر ملل متحد و سندیکاهای کارگری در سطح بین‌المللی برای آزادی فوری علی نجاتی و سایر کارگران دستگیر شده گردید. یک خانم معلم که به جمع کارگران پیوسته بود، خطاب به سید رضی نماینده رژیم در مجلس ارتجاع گفت: آیا حقوق شما تا حالا عقب افتاده؟ نه! چرا حقوق شما عقب نیفتاده؟ میتونید به من بگید؟ علتش چیه؟ Yeah.
خبرگزاری یونایتد پرس بین المللی. دیدار از آلبانی کارزار دروغ پراکنی رژیم ایران را برملا می سازد. به قلم سترون استیونسون، 27 نوامبر 2018. در سال 2013 یک حمل و نقل هوایی شروع شد و اولین مخالفان ایرانی وارد پایتخت آلبانی شدند. آنها به سلامت از جهنمی که به آنها در عراق تحمیل شده بود خارج شدند. دولت آلبانی در تصمیمش برای ارائه یک مکان امن به مجاهدین خلق ایران متحد بود. مدتی بعد تا سال 2016 3000 نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران که زنده مانده بودند به طور امن در تیرانا مستقر شدند. آخوندهای حاکم بر ایران از اینکه تلاش‌هایشان برای از بین بردن اپوزیسیون اصلی دموکراتیک علیه رژیم استبدادیشان خونسا شده بود، به خشم آمدند. آنها نمی‌توانستند بگذارند این مخالفان که برای میلیون‌ها ایرانی ستم دیده یک آینده آزاد و عدالت را بشارت می‌دهند، یک اشرف جدید و یک مرکز اپوزیسیون علیه رژیم استبدادی را بنا کنند. یک کارزار شیطانسازی علیه مجاهدین شروع شد. رژیم ایران حتی به اقدامات تروریستی متوسل شد و دیپلمات‌هایش را برای بمب‌گذاری در گرد همایی‌های آنها به کار گرفت. از انگلستان دو جاسوس شناخته شده وزارت اطلاعات رژیم ایران که در کتابخانه کنگره آمریکا و در گزارش پنتاگون ثبت شده اند به تیرانا آمدند. همان زوجی که در بیرون اشرف و کمپ لیبرتی در عراق قبل از اینکه حملات مرگبار به این کمپ ها صورت گیرند دیده شده بودند. در این حملات مرگبار 168 نفر کشته و بیش از 1700 نفر مردان و زنان مجروح شدند. حالا همین ها در حال پرسه زدن در اطراف مجتمع جدید هستند که توسط اشرفی ها در نزدیکی شهر مانز ساخته می شود. زیرا کمیساریای عالی پناهندگان در سپتامبر 2017 مجاهدین پناهنده در آلبانی را مجبور به ترک محله‌های اقامتشان در داخل شهر تیرانا کرد. بودجه سازمان ملل برای استقرار موقت آنها به پایان رسیده بود. محل اقامت جدید که همه چیز آن را خودشان ساختند، اشرف سه نامگذاری شد. روزنامه نگاران، سیاستمداران، وکلا و تجار بازدید کنندگان روزانه از این محل هستند. من اخیراً از یک سفر 3 روزه به اشرف سه بازگشتم. در این سفر یک هیئت بلند پایه از نمایندگان پارلمان اروپا از بروکسل، متشکل از 2 عضو کمیته روابط خارجی پارلمان و معاون کمیته امنیت و دفاع با من همراه بودند. این سفر در هفته ای انجام شد که 150 نفر از نمایندگان پارلمان اروپا از تمام جناح‌ها و گروه‌های سیاسی با امضای یک بیانیه خواستار محکوم کردن نقض حقوق بشر در ایران شدند. ما آزادانه به همه جای این مکان رفتیم و با صدها پناهنده ایرانی صحبت کردیم. در عرض فقط 12 ماه این رزمندگان آزادی خواه سخت کوش و پیگیر یک شهر کوچک را بنا کرده اند با مغازه ها، درمانگاه ها، امکانات ورزشی، آشپزخانه ها، نانوایی ها، مجموعه های آسایشگاه، سالن های اجتماعات، دفاتر و استودیوها. گزارش کامل و جامعی از این بازدید به زودی منتشر خواهد شد. اما وزارت اطلاعات رژیم ایران در پی ارائه تصویر متفاوتی است. وزارت اطلاعات اقدام به تشویق روزنامه نگارانی برای نزدیک شدن مخفیانه به حصار اطراف اشرف سه و حتی به پرواز درآوردن پهباد بر روی این مجموعه کرده است. وزارت اطلاعات رژیم ایران مدعی است که بریدگان شکنجه و حتی کشته شدند. این پوچ و چرند است. آنها در یک داستان خودآمیز و فریبکارانه که بی وقفه تکرار می کنند، مدعی هستند سمیه محمدی
یک زن جوان 38 ساله به رغم خواستش در بازداشت نگه داشته می شود. پدر و مادر وی هر دو شهروند دو تابعیتی ایرانی کانادایی هستند که در گذشته در بیرون کمپ اشرف در عراق دیده شدند که همراه با خدابنده و سینگلتون و دیگر مزدوران وزارت اطلاعات از طریق بلندگوها در حال تهدید و ارعاب و بدگویی علیه ساکنان اشرف بودند. همراه با پارلمانترهای برجسته اروپا من با سمیه در دیدارم از اشرف سه ملاقات داشتم. او میگوید سالها قبل از پدرش که متاسفانه دیگر عامل فعال وزارت اطلاعات رژیم ایران شده بود اعلام براءت کرده است. سمیه گفت پدرش که یک لوله کش در کانادا بوده اخیراً 4 ماه در آلبانی بوده و در هتل لوکس پلازا در تیرانا مستقر بود که روشن است هزینه اش را آخوندها پرداخته بودند. سمیه افتخار می کند که یک عضو متعهد مجاهدین خلق است و برخلاف پدرش زندگیش را وقف جستجوی آزادی برای مردمش در ایران کرده است. اما دروغ‌هایی که توسط ابلهان مفید در رسانه‌های غرب علیه مجاهدین دیده می‌شود، آخوندها را گستاخ می‌کند. شرم‌آور است که برخی رسانه‌ها سرکوب جاری در ایران را نادیده می‌گیرند، جایی که اعتصابات و اعتراضات انبوه حدود 1 سال است که روزانه ادامه داشته. کامیونداران اعتصابی حکم اعدام می‌گیرند و کارگران معترض نیشکر به ضربات شلاق و حبس‌های طولانی محکوم می‌شوند. آخوندها می‌دانند که روزهایشان به پایان نزدیک می‌شود. نویسنده استرون استیونسون، هماهنگ کننده کارزار تغییر رژیم ایران، پارلمانتر اروپا از اسکاتلند از 1999 تا 2014، مدیر هیئت پارلمانی روابط با عراق از 2009 تا 2014 و رئیس گروه پارلمانی ایران آزاد از 2004 تا 2014. او همچنین یک استاد بین المللی در رشته خاورمیانه و رئیس انجمن اروپایی آزادی عراق است. منتخب مصاحبه سیمای آزادی با استران استیونسون پس از سفر به آلبانی و بازدید از اشرف سه، آذر 1397. Okay, dear friends, today I am very very glad to be able to interview with a personality who is not just one of the best friends and supporters of the Iranian resistance because of years and decades actually of efforts he has become actually one of the members of this family at least the Iranian people and the Iranian resistance consider him one of them he has been this the defending the Iranian people's rights and their freedom and their will to change the evil regime ruling in Iran Mr. Strawn Stevenson I would need another separate program to be able to talk about his biography and what he has done. So I will limit myself to mentioning that he has been a member of the European Parliament for years. He has been the chair of the delegation of the European Parliament in relation with Iraq. He is presently the president of IFA, the European Iraqi Freedom Association, as well as the coordinator of CIC, the campaign for Iran change. Mr. Stevenson, thank you very much for allowing us to have part of your time for the questions that we have to ask from you. It's a pleasure. Thanks. Thank you very much. For inviting me. Okay. Let me start with the situation that the regime finds itself in it. Of course, the impasses and the crises that the regime faces, both in the national as well as international level, are known. What is perhaps less known, or we need more explanation on your part, please, is the efforts that the regime does trying to confront the crises that admittedly by itself have no real solution. So what does the regime do? Well, of course, the regime now finds itself trapped in an insoluble and unsustainable
economic spiral of decline. They have been pouring billions into supporting Bashar al-Assad. They have supported the popular mobilization units, the Shia militias in Iraq. They are sending $750 million every year to Hezbollah in Lebanon. They're supporting the Houthi rebels. And the result, back inside Iran, the people are starving. That's right. And the uprising has gone on now for almost a year. People have lost their fear of this brutal regime. They are now going out on the streets, and there is no longer, they're not prepared to be fooled that this is some kind of internal struggle between the hardliners and the moderates. On the streets, they are pointing the finger of blame at Khamenei, at Rouhani, at the leadership of the regime. Mm-hmm. They are the ones to blame. And of course, they know that their end is coming very quickly now because of this unsustainable economy. So they have to find a way of diverting attention. And they know now that the Ashrafis here in Albania with the Ashraf Free Camp, you know, they are so worried about this congregation of Ashrafis. They tried to wipe them out when they were in Ashraf in Iraq. Mm-hmm. And when they were moved to Camp Liberty, they killed 168 people in these two camps. These two, Camp Liberty was like a concentration camp. That's right. They wounded over 1,700 people. Many of the wounded are here now and still suffering the consequences. So they have failed in their attempts to massacre the front line of the resistance movement led by the fantastic, charismatic Mrs. Rajavi. And now they're panicking, so they are increasing their demonization campaign to try to tell the Western press, journalists who they buy with their resources, they're using their money to buy these, I call them useful idiots. And all of them are fooled into putting out absurd lies about the PMI, which of course is the regime's way of trying to hide the desperate situation that the Iranian economy is in now, and the desperate situation that they are in. Can you tell us about other efforts, perhaps, that the regime has done? Well, of course, again, you know, we have had the situation where in June this year, there was an attempted assassination, an attempted atrocity perpetrated against the annual rally in Villepinte outside Paris. And it was a diplomat, Assadollah Assadi, from the Vienna Iranian embassy, who has been arrested and charged with handing a bomb to two Iranian expats and ordering them to go with a car and blow up the rally, attended by people like Rudy Giuliani, Newt Gingrich. I was there. You know, many of our brothers and sisters in the PMI were there. It would have been an atrocity on French soil. We have had more recently another diplomat from the Iranian embassy arrested in Denmark for plotting an assassination. And yet we have our high representative for foreign affairs, Federica Mogherini. She still thinks that Iran is a country that the West should be appeasing, that we should be trading with. She goes to Tehran and poses for selfies with the mullahs. She wears a headscarf to respect the misogyny of the turban tyrants. You know, it's unbelievable to me that we have a foreign minister for the whole of Europe who can act in this way and think that Iran is a country that we should legitimately be trading with from the European Union, mm-hmm. rather than condemning for their brutality and for the, you know, the way they oppress their own people and spread evil and spread violence across the whole Middle East. So allow me to, instead of asking the final question, asking you for the favor of giving any message that you wish to the Iranian people who know you very well and respect what you have done, and what do you have to tell them
in this stage, in this situation where you have been involved with for a very long time? Well, all I can say is there is one missing element in my life. I have never been to Iran. I can't go because I'm on the blacklist. I want to go to Iran, and I want to go with Mrs. Rajavi and with the PMOI, and I want to see Rouhani, Khamenei, and also Maliki from Iraq in front of the European Court of Justice in The Hague, charged with crimes against humanity. They must be held accountable for what they have done. And believe me, they will be. Victory is coming, and these people better watch out. Okay. Thank you very much for your time and for your very precious explanations. Thank you. تحریم و لیزگذاری دو تن از عوامل رژیم به خاطر تبادل غیرقانونی ارز توسط آمریکا. بیانیه وزارت خزانه داری. این چهارمین دور تحریم‌های آمریکا در ماه جاری میلادی برای هدف قرار دادن رژیم ایران است. وزارت خارجه آمریکا. خزانه داری و دادگستری ایالات متحده علیه فعالیت مخرب سایبری دست به اقدام زدند که نمونه دیگری از تهدیداتی است که جهان از سوی رژیم ایران با آن مواجه است. روز چهارشنبه هفتم آذر ماه، وزارت خزانه‌داری آمریکا دو تن از عوامل رژیم را به خاطر تبادل غیرقانونی ارز تحریم و لیست‌گذاری کرد. خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد در نتیجه این تحریم‌ها همه اموال و سود ناشی از اموال افراد لیست‌گذاری شده به نام‌های خراشادی‌زاده و قربانیان که تحت مالکیت یا کنترل افراد آمریکایی یا در داخل یا در حال عبور از ایالات متحده هستند مسدود می‌شود و افراد آمریکایی به طور عام از معامله با آنها منع می‌شوند. همچنین افرادی که درگیر تبادلات مالی با این دو نفر می‌شوند ممکن است مشمول تحریم‌های ثانویه شوند. در بیانیه خزانه‌داری آمریکا آمده است که این افراد به پرداخت رشوه تبادل ارز دیجیتالی به ریال از طرف عوامل سایبری رژیم ایران کمک کردند. خزانه‌داری آمریکا همچنین اعلام کرد در اقدامی مرتبط وزارت دادگستری ایالات متحده علیه دو عامل تبهکار به خاطر آلوده کردن شبکه‌های اطلاعاتی متعدد در ایالات متحده، انگلستان و کانادا از سال 2015 با باج‌افزار سمسام اعلام جرم کرد. معاون وزیر خزانه‌داری در امور تروریسم و اطلاعات مالی سیگال مندلکر گفت وزارت خزانه‌داری مبادله کنندگان ارز دیجیتالی که عوامل سایبری رژیم ایران را قادر ساختند از پول‌های ناشی از اخاذی دیجیتال از قربانیانشان سود کسب کنند هدف قرار می‌دهد. از آنجایی که رژیم ایران به صورت فزاینده‌ای منزوی و شدیداً نیازمند دسترسی به دلار آمریکا می‌شود، حیاتی است که تبدیل کنندگان ارز مجازی، تبادل کنندگان نظیر به نظیر و سایر خدمات دهندگان ارز دیجیتالی شبکه‌هایشان را برای مقابله با این طرح‌های غیرقانونی تقویت کنند. ما نشانی‌های ارز دیجیتال را منتشر می‌کنیم تا کنشگران غیرقانونی را که در فضای ارزی مجازی فعالیت می‌کنند شناسایی کنیم. در بخش دیگری از بیانیه خزانه‌داری آمریکا آمده است این چهارمین دور تحریم‌های آمریکا در ماه جاری میلادی برای هدف قرار دادن رژیم ایران است. در دوره این دولت طی کمتر از دو سال دفتر کنترل دارایی‌های خارجی بیش از 900 فرد، نهاد، هواپیما و کشتی را از جمله به خاطر طیفی از فعالیت‌های مربوط به حمایت از تروریسم، برنامه موشک بالیستیک، تکثیر تسلیحاتی، حملات سایبری، فعالیت تبهکارانه فراملیتی، سانسور و نقض حقوق بشر توسط رژیم ایران را تحریم کرده است. این بالاترین سطح فشار اقتصادی آمریکا تا کنون برای هدف قرار دادن رژیم ایران است. وزارت خارجه آمریکا در پیامی درباره این تحریم‌ها گفت روز چهارشنبه خزانه‌داری و دادگستری آمریکا علیه فعالیت مخرب سایبری از ایران دست به اقدام زدند که نمونه دیگری از تهدیداتی است
که جهان از سوی رژیم ایران با آن مواجه است. کارزار فشار حداکثری ما علیه این رژیم ادامه دارد. خبرگزاری رویترز در این رابطه گزارش داد ایالات متحده روز چهارشنبه علیه دو تن به خاطر راه اندازی یک باجافزار بزرگ حملات سایبری از ایران اعلام جرم کرد و دو تن دیگر را به خاطر کمک به تبادل باجهای پرداختی از ارز دیجیتالی به ریال تحریم کرد. با سلام، خبرهای این ساعت را ادامه می دهیم. برایان هوک در یک کنفرانس مطبوعاتی در روز پنجشنبه رژیم آخوندی را مهمترین حکومت حامی تروریسم در جهان توصیف کرد و گفت ما باید به تمامیت جنبه های تهدیدات رژیم ایران پاسخ بدهیم. برایان هوک مسئول گروه اقدام ایران در وزارت خارجه آمریکا همچنین گفت ما گزینه نظامی را هم روی میز داریم، اما ترجیح ما استفاده از همه ابزارها از جمله ابزار دیپلماتیک است. اما اگر تأسیسات دیپلماتیک یا دیپلمات‌های ما هدف قرار بگیرند، اقدامات بسیار شدیدی انجام خواهد شد و ما در استفاده از نیروی نظامی برای دفاع از منافعمان تردید نمی‌کنیم. خروج از برجام حیطه کار ما را بسیار افزایش داده است. ما با 40 کشور درباره تحریم‌های رژیم ایران گفتگو کرده‌ایم و از نتایج آن خیلی خرسندیم. برایان هوک نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا برای ایران و مسئول گروه اقدام ایران در یک پایگاه نظامی نزدیک به واشنگتن تسلیحات و تجهیزات ارسالی رژیم حاکم بر ایران را برای حوثی‌های یمن و دیگر گروه‌های دست نشانده‌اش برای خبرنگاران به نمایش گذاشت. برایان هوک در کنفرانس مطبوعاتی خود سیاست آمریکا درباره وارد کردن حد اکثر فشار بر رژیم ایران برای تغییر رفتار این رژیم را تشریح کرد. او خاطر نشان کرد که تجاوزات رژیم ایران و تسلیحات و تجهیزات ارسالی برای گروه‌های تروریستی در 6 ماه اخیر از جمله در یمن بیشتر شده است. این رژیم بیش از 8 میلیارد دلار به بشار اسد و صدها میلیون دلار به حزب الله لبنان و حماس داده است. کما اینکه ارتش افغانستان موشک‌های رژیم را از طالبان به غنیمت گرفته است. رژیم ایران گفته است که برای انقلاب در بحرین سوخت می‌رساند. برایان هوک افزود رسانه‌ها نقش رژیم ایران در یمن را کم رنگ می‌کنند، در حالی که این رژیم است که به حوثی‌ها کمک مالی و نظامی می‌کند. ما نمی‌توانیم شاهد یک حزب الله دیگر در یمن باشیم، کما اینکه در لبنان بیش از 100 هزار موشک در ذخایرش دارد. ما نمی‌توانیم شاهد لبنانیزه شدن یمن باشیم. ما باید از کوبیده شدن میخ رژیم ایران در یمن جلوگیری کنیم. ما کار می‌کنیم تا پیشروی رژیم ایران و دست نشاندگانش را متوقف کنیم. برایان هوک تأکید کرد که شواهد معتبری وجود دارد که رژیم ایران تکنولوژی موشک بالستیک را به شبه نظامیان شیعی در عراق منتقل می‌کند. مسئول گروه اقدام ایران در وزارت خارجه آمریکا در این کنفرانس مطبوعاتی اظهار داشت ما تاکنون 1 میلیون بشکه نفت در روز از صادرات رژیم ایران را کم کرده ایم و باز هم ادامه می دهیم. در این خصوص شرکت های اروپایی با ما همکاری چشمگیری کرده اند. و این زمینه تأکید بر این که رژیم آخوندی درآمدهای مالی خود را صرف دخالت های منطقه‌ای و اقدامات تروریستی می کند افزود 80% درآمد این رژیم از محل فروش نفت است. ما منابع درآمد برای حمایت از تروریسم را قطع می کنیم. تحریم های متعدد را اعمال کرده ایم. آنها را نامگذاری تروریستی کرده ایم و در یک مورد 700 شخص و شرکت را تحریم کردیم تا حداکثر فشار را بر این رژیم اعمال کنیم. رویترز گزارش داد سازوکار مالی اروپایی برای تبادلات پول با رژیم ایران ممکن است شامل فروش نفت ایران نشود و این موضوع بیم و ابهام در سرنوشت برجام را بیشتر می کند. رویترز افزود فرانسه و آلمان قرار است به صورت مشترک مسئولیت این سازوکار را به عهده بگیرند، اما شمار اندکی معتقدند که این روش فروش نفت رژیم ایران را پوشش می دهد.
دیپلمات‌ها می‌گویند سازوکار اروپایی به دلیل بیم شرکت‌های خارجی از تحریم‌های آمریکا ممکن است به تهیه مواد غذایی، پزشکی و انسانی محدود شود. یک دیپلمات ارشد فرانسوی گفت راه اندازی سازوکار مالی اروپایی مهم است، اما آنچه برای رژیم ایران مهمتر است نفت و ضمانت صادرات آن در دراز مدت است. هیچ کدام از اقداماتی که ما قصد انجام آن را داریم معجزه نمی کند. رئیس سازمان انرژی اتمی رژیم که پس از انجام مذاکرات با اتحادیه اروپا تهدید به غنی‌سازی 20% کرده بود گفت خامنه‌ای در خرداد فرمانی صادر کرد که زیرساخت‌های تولید 190 هزار سو را فراهم کنیم و ما فراهم کردیم. روزنامه کیهان به تاریخ 8 آذر ماه نوشت علی اکبر صالحی گفت اگر دستوری صادر شود که برجام تمام شد و بروید کارتان را بکنید خیلی راحت می توانیم بازگردیم و این بلوف نیست. به افسود ما می توانیم نه فقط به شرایط سابق بلکه به شرایط خیلی بالاتر برگردیم. الان خامنه ای فرمانی را در 14 خرداد ماه صادر کرد که زیرساخت‌های تولید 190 هزار سو را فراهم کنیم که ما فراهم کردیم. الان آمادگی غنی‌سازی را داریم. پاسداران جنایتکار خامنه‌ای روز پنجشنبه بار دیگر کولبران زحمتکش کرد را هدف شلیک مستقیم قرار دادند. این جنایت وحشیانه در منطقه مرزی بانه رخ داد و در اثر آن یک تن از کولبران کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. گزارش ها حاکی است که پس از انتقال پیکر کولبر جان باخته به سردخانه، ماموران سپاه و اطلاعات آخوندی در وحشت از خشم مردم در بیمارستان مستقر شدند. عباس عراقچی معاون وزارت خارجه رژیم اعلام کرد که آینده برجام منوط به تحقق تعهدات اروپاست و عدم تحقق این تعهدات نگرانی‌ها را نسبت به آینده برجام افزایش داده است. یک رسانه حکومتی در رابطه با مذاکرات کنونی ظریف، صالحی و عراقچی در بروکسل نوشت اکنون که می‌بینند نظام در زمینه هسته‌ای با برجام تضعیف شده، سعی دارند معامله‌ای را با جمهوری اسلامی جوش دهند. موضوع توانمندی‌های موشکی مهمترین خواسته است که اروپا و آمریکا خواهان برچیده شدن آن هستند. سپاه پاسداران در روزنامه خود نوشت بیانیه مذاکرات اخیر در بروکسل از سوی اتحادیه اروپا و موگرینی نشان می‌دهد که دیپلماسی روحانی ظریف به تدریج در حال پذیرش خواسته‌های منطقه‌ای ترامپ و اجرای آن به وسیله اروپا است. با اینکه فرصت‌های گرانبهای اقتصادی در عراق و سوریه داریم، ماهاست که دولت روحانی به انتظار معجزه اروپایی نشسته و زمینه‌های گسترده اقتصادی در عراق و سوریه و منطقه را مسکوت گذاشتند. به رغم ادعاهای دولت آخوند روحانی در مورد کنترل بحران ارزی، کیهان خامنه‌ای اعلام کرد تنها 7 میلیارد دلار از 27 میلیارد دلار ارز صادراتی طی چند ماه گذشته به خزانه دولت بازگشته است. در همین حال نوبخت معاون رئیس جمهور ارتجا و رئیس سازمان برنامه و بودجه رژیم ضمن اذعان به وضعیت سخت حکومت آخوندی در تنگنای تحریم‌ها اعتراف کرد که از بیان شفاف و ریز اوضاع نظام معذور است. سال 1398 لازمه به گفتن نیست، سال ویژه‌ایه. سالیه که در واقع ما در یکی از به اصطلاح خداشون بیرحمانه ترین و سخت ترین تحریم ها باید کشور رو اداره بکنیم. سایه تحریم قطعا روی منابعمون، روی مصارفمون، رو اهدافمون خواهد افتاد. هنر ما اینه که از تجاربی که در گذشته داشتیم و از امکاناتی رو که ما تجهیز کردیم بتوانیم هم در خصوص منابع، هم مصارف، هم اهداف این شرایط تحریمی رو به نوعی دور بزنیم. گرچه همین کلمه‌ای رو که الان من دارم به کار میبرم با توجه به اینکه یک تیم بسیار بزرگی در آمریکا مستقره، میخواد ببینه که اون راه‌های گذشته رو که مطالعه کرده چه راه‌های جدیدی ممکنه ما بریم، و به همین جهت من
معذورم از اینکه به ریز و شفافیت بخوام بعضی از مسائل رو بگم. به دنبال تاکید خامنه‌ای در دیدار با سرکردگان نیروی دریایی رژیم، تلویزیون حکومتی در خبری مسخره از افسوده شدن دو زیردریایی کوچک به ناوگان دریایی نظام ولایت فقیه خبر داد و در عین حال گفت این دو زیردریایی کوچک برای عملیات در عمق کم طراحی شده است. آسوشیتد پرس نیز در این رابطه گزارش داد این دو زیردریایی کوچک برای مأموریت‌های کوتاه کاربرد دارند. خامنه‌ای روز چهارشنبه در دیدار با گماشتگان خود در نیروی دریایی گفته بود سفارایی جبهه‌ای وسیع از دشمنان و رقبا در مقابل جمهوری اسلامی نشان دهنده لزوم کار مضاعف و فوق‌العاده در همه بخش‌های نظام از جمله در نیروی دریایی است. در واکنش به موج محکومیت‌ها علیه دستگیری فعالان محیط زیست توسط حکومت آخوندی، داستان کل رژیم با تکرار دعاوی قبلی قضائیه خامنه‌ای گفت مدارک نفوذ در محیط زیست موجود است. دستگیری‌ها و اقدامات جنایتکارانه رژیم علیه فعالان محیط زیست با محکومیت‌های بین‌المللی از جمله در قطعنامه کمیته سوم مجمع عمومی ملل متحد و اعلامیه عفو بین الملل مواجه شده است. به گزارش رویترز، سازمان ملل اعلام کرد حکومت بشار اسد باید به خاطر قتل هزاران زندانی مورد حسابرسی قرار گیرد. رویترز نوشت کمیسیون بین المللی تحقیق در مورد سوریه وابسته به سازمان ملل اعلام کرد اعتقاد بر این است که در بازداشتگاه‌های آژانس‌های اطلاعاتی و نظامی رژیم سوریه قتل‌های بسیاری رخ داده و برخی از شواهد نیز بیانگر اعدام جمعی زندانیان است. این کمیسیون تأکید کرد خانواده‌های قربانیان جنایات رژیم اسد حق دارند حقیقت را در مورد مرگ عزیزانشان بدانند و بتوانند اجساد آنها را بازپس بگیرند. این کمیسیون وابسته به ملل متحد همچنین اعلام کرد هیچ پیشرفتی به سوی صلح پایدار و پایان دادن به جنگ 8 ساله نمیتواند بدون اجرای عدالت وجود داشته باشد. خبرگزاری فرانسه گزارش داد روز پنجشنبه یکی از شاخص‌های بزرگ نفتی دنیا WTI در نیویورک به زیر 50 دلار در هر بشکه رسید که پایین‌ترین سطح قیمت در 14 ماه گذشته محسوب می‌شود. قیمت هر بشکه نفت WTI به هر بشکه 49 دلار و 41 سنت و نفت خام برنت هم 63 سنت افت کرده و به بشکه 58 دلار و 13 سنت در هر بشکه رسیده است. خبرگزاری فرانسه افزود WTI و نفت خام دریای شمال برای چند هفته در حال افت بوده است. بینندگان عزیز، در پایان خبرهای این ساعت به پخش عناوین خبرها توجه فرمایید. همه شما را به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.